اللهم صل الله على محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان لین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب احترام خدمت شما بزرگواران خوشحالم از اینکه خدمتون هستم امیدوارم این دقایقی که محضر شما هستم مفید فایده باشه یه سوال اساسی و کلیدی وجود داره اونم این که خب چرا انقدر فلسطین اصلا مهمه و این همه کشورهای دنیا ریخته به هم مثلا چه میدونم جای مختلف دنیا آشوبه چرا هفتاد ساله این ماجره فلسطین حل نمیشه مثلا تو بوسنی هرزگوین هم جنگ و درگیری شد آخر مثلا تجزیه شد سربا شدن یک کشور بوسنی شدن یک کشور این فلسطین چرا ماجرش اینجوریه قتل و جنایت کم تو دنیا صورت نمیگیره آقا دوستانی دوستان که عکس میگیرن میفهمم بشینید بذار مردم راحت قتل و جنایت تو دنیا کم صورت نمیگه چرا انقدر حساسیت مثلا روی فلسطین وجود داره این سال سال خوبیه از چند بود همیشه میشه بررسی کرد و زمان کم ما اینجا اجازه نمیده اما من سعی میکنم اصل مطلب خدمت شما عزیزان برسه و دوست دارم با نگاه باز قشنگ نگاه کنید اصلا به عنوان یه آدمی که از مریخ اومده بیاد بحثو گوش کنید به عنوان یه ایرانی و مسلمون گوش نکنید اولا راجع به نکته باید صحبت بکنم برای شما که سهیونیست ها اینا هنوز که هنوز خودشون هم تعریف درستی از خودشون ندارن وقتی کتب اینا رو میخونی مقالات اینا رو میخونی نمیفهمی بالاخره یهودیت دینه یا نژاده بین الان ما میگیم اسلام دینه مسیحیت دینه مشخص آقا بودیسم دینه کاری نداریم مثلا خوبه بده یا هر چیزی دینه آقا یه نفر میتونه بودایی بشه میگم بله بیا شو یه نفر میتونه مسلمون بشه میگم بفهم آقا میشه شیعه شد بفرمایید میشه سنی شد بفرمایید اما شما اگه بخواید برید یهودی بشید نمیتونید کسی یهودی که مادرش یهودی باشه یعنی از این طرف پس نژاده بعد اگه نژاده پس چرا انقدر شما ارزم موعود و حرفای مبتنی بر تورات میزنید شما میخواد مردم هم نجات با هم مثلا یه سرزمینی داشته باشه خب بلند میشدید میرفتید تو استرالیا ها بلند میشدید میرفتید تو همون قاره آمریکا تو آمریکا یکی از ایالت های آمریکا رو میگرفتید 50 تا ایالت داره یه دونه هم میدادن واسه شما اونجا کشوریدن میگن نه ما دینیم تورات به ما گفته که باید بلند بیام بیایم اینجا این اینکه واقعا تورات همچین دستوری داده یا نداده من جدا بررسی کردم اینجام خیلی فضای بحث علمیش وجود نداره با عنوان ارز مقدس چهار جلسه تحت سلسله جلساتی با عنوان اسطوره های صهیونیسم یه سخنرانی داشتم با عنوان اسطوره های صحیونیز. یه چهار جلسش ارز مقدس بوده یه چهار جلسش قوم برگزیده بوده اینا رو تو اینترنت هست دانلود کنید رایگانه بشین گوش بکنید اما میخوام به شما بگم که اینا طبق عقایدشون میگن ما سه مرحله باید کره زمین رو بگیریم. اینا من نمیگم تو که تو باشونه. اول من البحر ال نهر از دریا تا رودخونه. دریا یعنی مدیترانه، رودخونه یعنی رود اردن. یعنی همین فلسطین الان. میگه اول باید این منطقه رو بگیریم. بعدش من النهر ال النهر از رودخونه تا رودخونه. از رود نیل تا فرات پرچم رژیم صهیونیستی که شما نگاه کنید دو تا خط آبی داره و وسطش سفیده این دو تا خط آبی مراد رود نیل و فرات این یعنی تقریبا خاورمیانه رو میگه مرحله سوم میگه کل کره زمین رو باید بگیریم از نظر این ها غیر یهودیان بهشون میگن جنتیل یا گویم یعنی چی یعنی حیوان دو پا یعنی حیواناتی هستن که همه حیوانا که مثلا چهار پا نیستن که بعضی از حیوانات دو تا پا دارن اینا شبیه انسان آفریده شدن اما انسان نیستن این عین عباراتشون ها اینا حرفایی که من نزدم حرفایی که اسرائیل شاهاک زده اندیشمند سهیونیستی که تو رکاب رژیم سهیونیستی با فلسطینی ها می جنگید آدم کشت خودش قتل عام انجام داد یه روز دیگه با وجدان خودش نتونست کنار بیاد بلند شد اومد چیکار کرد اومد شروع که صحبت کردن گفت آقا اینا تو کتابای ماست خیلی اذیتش کردن اما خب کتابش چاپ شده یعنی حرفای فکر نکن یه مسلمون یه ایرانی نشسته حرف میزنه خب اینا اومدن کجا رو تارگت انتخاب کردن هدف از همون دریا تا رودخونه یعنی از رود اردن مرز اردن با فلسطین تا دریای مدیترانه فعلا اینجا رو شروع کردن که فکر کردم مثلا ده ساله اینجا رو جمع میکنن نیل فرات هم سری گیرن. حالا آره تو همینش موندن بدبختا مراجعه بیشتر براتون صحبت میکنم اصلا کنه ها ماجر فلسطین تلسم داره چیز عجیب غریبیه خود اینا موندن چرا نمیتونه حلش بکنه خب حرف ها چیه؟ اینا میگن تا موقعی که خوب گوش کنید کشور بالای 20 میلیون جمعیت تو خاور میانه باشه یعنی تهدید بر اسرائیل شما فرض کن یه همسایه ای دارید شما تو محلتونه آدم قالتاقی آدم اذیت کنی اذیت میکنه فلان بعد یه روز میاد اعلام میکنه به شما بهش میگه آقا ببین نگاه کن اینجا خونه منه این در خونمه اینجا آشغال نذار مثلا بعد اونم یه جایی داره برای خودش دیگه بالاخره یه چهار دیواری داره توش داره زندگی میکنه برگرده به شما میگه که بری باش صحبت کنی ببین شما میگه بچه‌ش اومده بیرون زنش داره میگه که خب بالاخره خونه شما ازش میپرسی کجاست میگه های من دیواراش معلوم نیست رژیم سهیونیستی حالا لفظ... کشورم دوست ندارم استفاده کنم تنها کشوری که هنوز که هنوز مرزش مشخص نکرد نمیگه مرزش کجاست بالاخره شما میگید میگه الان ایران نگاه کن اینجا مرزهای منه یه بخشی از مرز شما با من چه میدونم با مرز امارات تضاد داره ها. مثلا اون میگه اون سه تا جزیره امارات متحده عربی مثلا غلط اضافه میکنه میگه اون سه جزیره مال منه خب اما داره میگه اما تو هم میگی نه خیر این سه تا جزیره جزء لاینفک خاک ایرانه درست شد یه زمانی بهرین هم مال ما بوده ممرزا شاه داد رفت میگه خب نه الان دیگه بحرین و من روش چیزی ندارم حرفی ندارم رژیم صهیونیست اسرائیل تا الان مرزاشو اعلام نکرده همین که مرزش اعلام یا نرجو دلا میگیرن کشور بالای 15 20 میلیون جمعیت هم تو منطقه تحمل نمیکنه ببین ترکیه روابط بسیار عمیق امنیتی با اسرائیل داره اما برای ترکیه مسجل شد تو کودتای اخیر اسرائیل نقش داشته ترکیه 80 میلیونی رو جمع تحمل نمیکنه میگه هر کشور بالای 15 20 میلیون جمعیت برای من اسرائیل خطرناک یعنی در درجه اول درگیری اینها با ایرانی ها به هیچ وجه اسلامی نیست با ایرانیت ما مشکل داره من دلیل برای شما میارم یعنی فکر نکنی بگی چون شما مسلمونید نه به خدا با ایرانی بودن ما مشکل دارن اونها با هر کسی که تو ذهنشون یک گذشته و هویت بزرگ باشه بالاخره شما ایرانی ها را اسلامش بذاری کنار نه بری سراغشون میگن یه روزی بزرگترین امپراتوری متمدن دنیا به لحاظ جمعیتی مال ایران بود به لحاظ جمعیتی 49 تا 51 درصد جمعیت ساکن کره زمین زیر سلطه امپراتوری هخامنشی بوده هنوز که هنوز کسی نتونسته همچین سلطه رو به دست بیاره این خطره میگه تویی که به این فکر میکنی ببین الان که ما بعد از جریان سوریه رسیدیم دوستان به آبهای مدیترانه خیلی از سلطنت طلبا جالب سلطنت طلب بودن اما ایران دوست دارن فاز وطن پرستی دارن خیلی هاشون مثلا تیتر زدن حرف زدن مثلا این گذاشتن که آقا ما بعد از کوروش دوباره رسیدیم به آبهای آزاد مدیترانه بعد از کوروش دیگه ببین یعنی گفتمان کاملا ملی گرایانه در این هیچ شکی نکنید اسرائیل با این قطعا مشکل داره دلیل مشکلش چشم برای شما هر ساله اینها روز پوریم رو دارن جشن میگیرن پوریم چی میگه من نمیگم کتابای خود اینا میگه دو حالت هم خارج نیست یا کتاباشون مزخرف گفته یا حرف حساب زده اگه حرف حساب زده که هیچ اگه مزخرف گفته خودشون برن کتاباشون رو درست کنن بیان بگن قرآنشون غلط داره ببین چی دارن میگم با اینم کاری ندارم من درسته یا غلطه مهم اینه اینا هر ساله به این نیت که این حرف درسته دارن جشن میگیرن جشن پوریم چی میگه جشن پوری میگه ما در زمان خشایارشا 77800 ایرانی رو تو ارز سه روز قتل عام کردیم هر ساله اون روزو رو جشن میگیرن ببین ما ایرانی ها یه زمانی در زمان یه جانوری به اسم آقا محمدخان قاجار حمله کردیم به گرجستان پادشاه ما بوده اما هیچ کدوم ما ایرانی ها هیچ ارادتی با آقا محمدخان قاجار نداریم جنایاتی هم که تو گرجستان کرده رو قبول نداریم نمیپذیریم رفت اونجا چشما رو در آورد دندون در دندونا رو کشید گردن من درست کرد یه کارای عجیب غریب وحشیانه انجام داد ما قبول نداریم اما قبول بکنید امروز اگر ما تو جمهوری اسلامی بیایم سال روز مثلا فتح گرجستان رو جشن بگیریم آیا گرجستانیا حق دارن ناراحت بشن یا نه حق دارن دیگه میگن یعنی شما اون جنایتی که 300 سال پیشون بابا انجام داده بوده رو هنوز شما قبول دارید از یک طرف این نتانیوی ملعون بیشرف میاد توییت میزنه عید نوروز تبریک میگه از یه طرف میاد تویت میزنه عید پوریم تبریک میگه یعنی بعد از 2500 سال روزی که اینا ایرانی ها و هخامنیسی رو قتل عام کردن دارن جشن میگیرن و این نشون میده این مشکلش فقط با مسلمون بودن ما نیست این اصلا با ایرانی بودن ما مشکل داره این نگران این هویت ایرانی ما دوباره زنده بشه بگیم آقا ما مثل گذشته که از مرزهای چین تا نزدیکی مصر تحت سلطه ایران باستان بوده ما دوباره میخوایم اون سلطه رو به دست بریم این نگران کنند است برای اسرائیل تا جایی که بتونه شما برای همین میبینید یهودی های هالیوود سهنیست های هالیوودی که یه روزی صبح تا شب دم از حخامنشیان میزدن یا میان فیلم 300 درست میکنن تو فیلم 300 خشارشا چه جور نشون دادن شبیه یه جونور درنده در چون سرچ کنید اصلا شبیه آدم نیست تاریخ و سراحتا تحریف کردن فیلم تخیلی دارن می سازن برای خودشون اینها به لحاظ جمعیتی خوبه بدونید در کل دنیا 15 میلیون بیشتر نیستن کل کره زمین یهودیاش 15 میلیون یه تعدادی از اینا که سهیونیست نیستن ما باشون کار نداریم مخلصشون هم هستیم اما تعداد کمیشون هم که سهیونیست نیستن اکثریتشون سهیونیستن ارادت دارن به رژیم الان ما فرقه هایی از یهود داریم مثل ناتوری کارتا مثل ساتمار مثل لاویتاخور اینا یهودی هن که بیزارن از اسرائیل میگن اصلا رژیم سینوسی نباید شکل میگرفته چون تو تورات آمده تا قبل از ظهور منجی ما حق نداریم پامونو بذاریم تو فلسطین این ها اومده قبل از ظهور مشیخ بن دیوید یا منجی یا همان مسیح اینا میگن ما باید بریم قسل اول انجام بدیم قربانی انجام بدیم که اینا پامونو بذاریم تو فلسطین چرا شما قبل از اینکه ظهور شک بگیره بلند شدید رفتید فلسطین ببین تمام این حرفایی که دارم میزنم هیچ ربطی به اسلام نداره یه نفر ایرانی باشه با ضد صهیونیسته. چون اونا کمر بستن برای زدن ایران آقا شما دیدید کردستان عراق فاز تجزیه طلبی برداشت اولین جایی که اونجا رو به رسمیت شناخت اسرائیل بود و ای رو پول دادن دستور دادن با پرچم اسرائیل توی اربیل پرچم دستشون گرفتن با ماشینا تو خیابون میچرخیدن چرا میگفت بعد از کردستان عراق کردستان ایران بیشترین روابط رو با جمهوری آذربایجان و تجزیه طلبای جمهوری آذربایجان اسرائیل داره و سفیر اسرائیل در جمهوری آذربایجان به عنوان یه صهیونیست پژوه دارم به شما میگم تقریبا تمام طرحهای ضد ایرانی در باکو زیر نظر سفیر رژیم صهیونیستی داره انجام میشه و اتفاقاتی که تو داخل داره میفته ارتباط تجزیه طلب های خوزستان با رژیم صهیونیستی قطعی است ببین چی شد خب کردار دستکاری که دستکاری کرد ترک هم داره کار میکنه عرب هم داره کار میکنه از این طرف هم داره رو پانفارسیزم کار میکنه خب این مملکت چی میمونه همون کشور تیکه پاره و بعد از تجزیه خودشم میگن بالکانیزه کردن منطقه بعد از تجزیه این کشورهای تازه شکل گرفته رو بنوز به جون هم خب ترک‌ها رو جدا کن فارسا هم جدا کن یه سری شهرهای ما داریم نیستش فارسا نیستش ترکیه اینا چیکار کنیم اینا با هم می‌جنگن همونجوری که شما خوبه بدونید ها و ترک های حاضر تو جلسه بدونن زمانی که جمهوری آذربایجان و ارمنستان جنگ قره داشتن جنگ موسوم به قره شروع شد ما نیروی نظامی تو جمهوری آذربایجان داشتیم و داشتیم از جمهوری آذربایجان دفاع میکردیم ما بین 20 تا 30 تا شهید ایرانی مسلمون شیعه 20 تا 30 تا شهید تو خاک قرباق دفن داریم سردار نوی اقدم و سردار حقیقت پور ما توی جمهوری آذربایجان به نیروهای جمهوری آذربایجان آموزش نظامی میدادن من همین چند روز پیش کلیپشو دادم بذارن رو کانال مساف. داره براشون سخنرانی میکنه داره براشون آموزش میده آمریکایی ها اسرائیلی ها آمدن گفتن شما ایرانی ها رو بندازید بیرون تا ما کمکتون کنیم این حکام بدبخت بی ارزه دست و با چلوفتیشون هم گوش کردن به محض اینکه گوش کردن ایرانی ها رو که اخراج کردن گوش ایرانی 20 درصد سرزمینشون ارمنستان گرفت قربا افتاد دستشون بعد الان میان میگن چی؟ ایران از ارمنستان حمایت میکنه هر حمایت حرف حرفه احمقانا. اسلحه های ایرانی در آنجا بده شد آخر عزیز من اصلا تو اون بره ایران توانایی خاصی تو اسلحه سازی نداشته تو اون زمان بعد اومدن گفتن نه نه آقا فلان آدمی نظامی ایران که اونجا آموزش نظامی داده این جاسوس ارمنستان بوده شروع کردن دریوری گفتن شهرهای مختلف در جمهوری آذربایجان متعدد روستاها و شهرهای بدون کمترین مقاومت توسط ارمنی فتح شد اما امروز رسانه ها چی میگن؟ دقیقا عکس اینو دارن میگن آدم آتیش میگیره ما شهید دادیم در دفاع از جمهوری آذربایجان من که همون جوری که میگم فلسطین پاره تن اسلام باید برگرده میگم هم پاره تن اسلام باید برگرده تعارف نداریم مسئولینی از ما هم که دارن کجوکله رفتار میکنن تو این حوزه من نقد دارم جدی که نقدم هم انجام دادم اینجا نمیخوام بحث سیاسی مطرح بکنم سیاسی داخلی نمیخوام مطرح کنم اینا دنبال تجزیه ایرانن دنبال جنگ داخلی تو ایرانن دهه های گذشته در زمان پهلوی مسئولین رژیم سینیستی رو آوردن بردن همین دشت قزوین کشت و صنعت ما رو چون اسرائیل زمینی نداره که بخواد کشاورزی انجام بده میخواست اینجا براش بکارن بفرستن اون طرف وزیر کشاورزی ایران های ارسنجانی آدمشون بود خدمت شما عرض کنم اومدن نگاه کردن همین ساختار قنوات ما رو که دیدن قنات های ما میدین که قناتی که از پیشرفته ترین سیستم های آبرسانی جهانه وقتی دیدن توصیه که به ایرانیا کردن چه گفتن شما چرا چاهای افقی میزنید یعنی زیر زمین قنات رو میگفت بیا چاهای عمیق عمودی بزنید اصلی ترین دلیل خشکی دشت های ما امروز چاهای عمیقی که با توصیه اسرائیلی ها 60 سال پیش تو ایران شروع شد بزدن اینا فکر مشکل با اسلام یا تو این 40 ساله که جمهوری اسلامی اومده سر کاره <تص> این چیه قتل عام اینا از مردم مردم ما کردن سر جریان 15 خرداد سرباز رسمی سرباز اسرائیلی تفنگ دستش بود داشت مردم ها رو میکشت جنایات وحشتناکی که ساواک کرد اسرائیل آموزش داده بودن اونقدر که سواد ما متاثر از موساد سیستم امنیتی سرویس اطلاعاتی اسرائیل بود از سی آی ای نبود چون نیاز داشت به موساد ساختارهای اقتصادی ما دست اینا بود. من نمیگم آقا سر ریدر بولارد سفیر بریتانیا تو ایران نامه نوشته صحبت 1320 به پیر به پیغام نه 1398 1320 نامه نوشته به, ف... به کشور خودش به انگلیس که آقا از 12 نفر کابینه محمد علی فروقی 5 تاش یهودیان یهودی که ما نمیدونیم کی همه اسما علکی علی اکبر حسن حسین محمد تقی جعفر انان اقتصاد ایران دستشون بود بانکداری ما دستشون بود هنوز هم که هنوز نفوذ دارن تا تونستن ضربه زدن من حرفای مگو خیلی زیاد دارم تو بحث نفوز علال خصوص نفوذ شبکه یهود همین داستان محیدزیستی که اتفاق افتاد کاشف عمل اومده عجب آقا بابا بزرگش یهودی بوده امامه مشکی گوشته سره شده سید یه یه شبه نوهه داشته آدرس شهرکای موشکی ما رو میفرستد اسرائیل نوهه یکی دوتا نیستش که اینا دشمنشون با ایرانه در درجه اول در درجه دوم یک دشمنی با اسلام دارن چرا با اسلام دشمنی داره؟ به خاطر اینکه مسلمون ها خودشون رو فرزندان اسماعیل میدونن یهودی هم فرزندان کی هن؟ اسحاق تورات چه ای داده؟ لعشمائل سمع در مورد اسماعیل تو را شنیدم باب 17 آیه 21 این همین هم تو کتاب من به واسطه او به مد, مد. به واسطه مد, مد. دوازده امام پدید آورم و اولادی کثیر از او به وجود آورم امتی عظیم به وجود آورم در جای دیگه داره که زمین به ارث برکت خواهد یافت به واسطه منجی که از فرزندان آن پسر توست که قربانی شد کدوم پسر حضرت ابراهیم قربانی شد ما میگم حضرت اسماعیل دیگه اونا میگن اون کسی که به قربانگار برده شده اسحاقه بنی اسرائیل بچه های اسحاقن مسلمون ها الان خصوص سادات زده ویژه بچه های که حضرت اسماعیل هن. اینا چون این تو پیشگویی هاشون هست میگن خب خدا تو تورات گفت نیل تا فرات رو به فرزندان اسماعیل میدم یه سال الان از نیل فلسطین تا فرات عراق دست کیاس دست مسلمون هست والا داده خود اینا و هر عمل کرده در عمل اتفاق افتاد این پیشگویی در درجه دوم پس شد مسلمون ها مسلمون ها هم دارن در درجه سوم علل خصوص تو مسلمان ها ها میگه چرا؟ میگه چون شیعه ها حسین دارن اینا هیچ وقت زیر بار زور نخواهند رفت شما یه نگاه بکنید تو این چل سال اخیر سهیونیستا از کجا بیشتر ضربه خوردن میبینید عمدتا یا شیعیانن یا دوستان سنی شیعهان میگه هر جا نام حسین باشه ما اذیت میشیم شما میگه لبنان اولین بار که اینا درگیری جدی شدن با لبنانی یا اسرائیل جنوب لبنان رو گرفته بودن دیگه قبل اینکه حزب الله اینا رو پرتشون کنه بیرون یه ظهر صبح آشورایی بود میگه صبح آشورا ما هر روز اینجوری کنار اینا رد میشدیم یه صبح آشورا ما نمیدونیم چه اینجوری بودن یه حمله کردن به ماشینای ما درگیری شروع شد امثال شهید قصیر پدر اینا رو در آوردن سوار ماشین پاترول شد مواد منفجره رفت تو پایگان نظامی آمریکایا تو لبنان ده ها نفر از اینا رو به خاک و خون کشید به درک واصل کرد هنوز که هنوز آمریکا جرئت نمیکنه تو لبنان پایگان نظامی بزنه میگن چرا میگه استشهادی گفتن استشهادی دیگه چی چیه که بعدن این داعشیا رو کپی ما رو زدن دیگه انتحاری کپی همین خود ما رو زدن که جلو خودمون هم انداختن یکی از همین حکام کشور عربی امیر عبدالله بهشون یاد داد گفت ما عربا میگیم آهن و آهن میبره شما جلوی این نوع مبارزه بعد عین خودشو بسازید فلزا داعش ساختن خب بدونید گفتن استشاده چی گفتن همش زیر سری آقای به اسم آقا رابرت بایر جاسوس سی آی ای اومد ایران فیلم سریال 24 شاید دیده باشید و بر مبنای زندگی این آدمه اومد ایران رفت یکی نماز جمعه یکی دیگه بلند شد رفت خونه حسین فهمیده اینا همین کرج اومد رفت اونجا رفت تو اتاق حسین فهمیده برگشت به انگلیسی برگشت گفت هر چی میکشیم از این باباس پدر ما رو این در آورده فلسطین رو کاری نمیتونستن بکنن طرف رو دستگیر میگردن می نختن تو ماشین ماشین یا میترکی سه تا سرباز اسرائیلیان به درک واسه میشدن بیچاره شده بودن گفتن فیک اینو بسازید قلابی رو بسازید پس به صورت ویژه چی؟ شیعه باز به صورت اخص و خاص خاص تو شیعیان شیعه سیاسی شیعه سیاسی فرقش با شیعه غیر سیاسی چیه؟ شیعه غیر سیاسی عاشق ماموسین است ازاداری هم میره فوشه، بغدارم به یزید میده اما خیلی دقت کن خیلی دنبال یزید الان نیست میگه همون یزید 1400 سال پیش بهش فوش بدیم بسه برای همون امام حسین 1400 سال پیش هم گریه کنیم خوبه ما اینو نفی نمی کنیم میگیم خوبه آره اون یزید رو ما هم بهش لن میفرستیم اما شیعه سیاسی یه جمله امام حسین کار داره مثلی لا و بای مثله یکی مثل من با یکی مثل یزید بیاد نمی کنه. یعنی توی شیعه بگرد همیشه مثل امام حسین باشی و با مثل یزیدا رو بگردی پیدا کنی با جون بجنگی این داستان درست کرده برای انا. همه ما هرمله بدمون میاد وقتی از هرمله بدمون بیاد چرا نباید از عربستان سعودی بدمون بیاد خب اون بچه کش اینا هم بچه میکشه عربستان سعودی همون روزای اول جنگ کارخونه شیرخوش که یمنی ها رو زد که اینا شیرخوش نتونن به بچه هاشون برز. آمریکا وقت حمله به عراق روز اول یا دوم جنگ کارخونه شیرخوش زد. شما با این مشکل داری دیگه میگم من با اینم مشکل دارم حالا یه سوال چهار تای اینا رو جمع کنی یک ایرانی بودن دو مسلمان بودن سه شیعه بودن چهار شیعه سیاسی بودن چی گفتیم تو اول با خود ذات ایرانی ها اینا در... درگیری دارن سال روزی که ایرانی ها رو به قتل عام کردن دارن جشن میگیرن پدر سوخته هنوز جشن میگیرن لاقل الان بگید باشه اجداد ما یه غلطی کردن ما جشن نمیگیریم نه جشن میگیرن جشن ویژه میگیرن جشن نمیگیرن که یه چیزی شبیه مایه‌های 22 بهمن ما میان تو خیابون کارناوال درست میکنن وزیر ایرانی ها و موقع اسمش هامان بوده که اینو کشتنش هامان رو به شکل نون درست میکنن تیکه تیکه میکنن میخورن هامان رو به صورت مجسمه چوبی درست میکنن آتیشش میزنن یه شیرینی دارن به اسم گوش هامان یعنی تیکه تیکه بدن هامان رو ما داریم میخوریم ببین چیه دیگه این چه جونوریه دیگه الان دارن جشن میگیرن رفتید خونتون یا پوری رو سرچ کنید اصلا ما کاری نداریم این اتفاق تو تاریخ ما بوده یا نبوده تو به این نیت داری این کار رو انجام میدی که بوده مشهد داشتیم که این رفیقامو میرفتیم تنش خود به تنه یه نفر همجه تو ازدام این خیابون اما محله دوردور مشهد هم بود مثل این محل شما که محل دوردور رو رفت آمد اینجا تیه صفا و مروه میکنن هفت دور نظر دارن نمیرن بالا همیان پایین حاجتشون برآورده بشه خدمت شما عرض بکنم که آره تنش خورد و اون پسر برگشت یه فوش خیلی بد ناموسی داد به خواهر این رفیق ما اینم برگشت تو میخورد زدش انصافا هم خوب زدش بعد من برگشتم شدم آرش تو که اصلا خواهر نداری که اونجا که ما میدونیم اطلاع داریم بعد گفت اون که نمیدونست من خواهر ندارم اون به این نیت گفت که چی این فوش به من بخوره ما کاری نداریم این قصه 77800 ایرانی راست بوده یا دروغ بوده بزرگ نمایی بوده چ... کوچکنمایی نمایی بوده هر چی بوده تو به این نیت که ایرانی کشتی داره هر توی تو پدر سوخته داری جشن میگیری اینا رو نمیذارن من شما بفهمیم آی مردم اسرائیل با مردم ایران مردم غلط کردن مردم اسرائیل هر سال دارن سال روز ایرانی کشتی دارن جشن میگیرن خدای مرتیکه نتانیو داره تبریک میگه ارتش اسرائیل در خدمت این جشناست سرچ بکنید شما اینا رو با لباس نظامی هاشون میبینید که دارن کمک میکنن امکانات در اختیار جشنشون قرار میدن پس اول شد ایرانی بودن دو مسلمون بودن گفتیم به خاطر اون که به فرزندان اسماعیل داده شده سه شیعه بودن چهار شیعه سیاسی بودن یعنی اون کسی که میگه یزید زمانه الان توی نیتون یهوی <تصفح> با اونم مشکل داره یه سوال وعده الهی داره مسجل میشه یا نه سی سال پیش ما رو درگیر عراقی ها کردن مظلومانه جنگیدیم خدا شاید هیچی نداشتیم مظلومانه جنگیدیم اون موقع میگفتیم راه قدس از کربلا میگذرد میدین این چی؟ یعنی ما که میدیم دشمن اصلی توی تو اینا رو انداختی جلو اما اینشالله اینجا رو حل میکنیم بعد میایم اونجا امروز میخوام به شما بگم از مسیر تهران تا قدس 95 درصد مسیر 90 تا 95 درصد مسیر باز شد. فکرشو نمی کردیم بله بعد عراق رفتیم سوریه رو هم حلش کردیم الان پشت دیوار جولانی مرز و جولان مرز رژیم سیونیستی دیگه بعد به شما بگم اینه یه جغله جوانا یا فکر نکنیم مثلا مثل ایران درندشته کمترین عرض فلسطین اشغالی تو کمترین جاش کمترین عرضش 14 کیلومتره شما کشوری فرض کنید 14 کیلومتر عرضش بشه خب هولشون هلشون تو دریان دیگه یکی از مسئولین ما چی گفت گفت اینقدر زره مف بزنید ببخشید دیگه میخوام خودمونیش کنه حتی ایشون نگفت زره من دارم جاش میندازم بحثو گو به جای اینقدر زره بزنید در مورد ایران خودتون برای شنات تو مدیترانه آماده کنید به تکونتون بدیم شما تو دریا ریختید هفت سال ما رو درگیر داعش کردن عین آمار 40 سال پدرمونو در آوردن اینا صبح تا شب تحریم شیطنت اذیت ترور دیگه چیکار باید بکنن حمله فرهنگی وحشتناک اینقدر اینا دشمنی و خباستشون آشکاره که جریان های سیاسی مختلف ما تو کشور سر پدر سختن بودن اسرائیل با هم اشتراک دارن شاید سر آمریکا خورده ای نکاتی داشته باشن اما سر اسرائیل میگن نه آقا این اسرائیل خیلی پدر سخت است آقا عامل اصلی به هم خوردن برجام اسرائیل بود آقای نمیدونم فلان بود بسم الله مشکل ما اینه این اول به عنوان چیز حالا میگیم آقا طرف ایرانی دینم داره اخلاقم داره بسم الله این حدیث پیغمبره من سم ارجل فنا دا المسلمین فلم یجب هو مسلم کسی که ببینید یه مسلمانی داره صداش میکنه برسید کمکش نکنه مسلمان نیست من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین مسلم یکی شبش رو صبح کنه احتمام نداشته باشه مشکل مسلمان رو حل کنه مسلمان نیست اصلا اون دنیا دارن مثلا جداد میکنه یه با دستمال کاغذی فرشتها گرفتن پرد کنید جنم چرا میگه تو اصلا مسلمان نیستی بعد وقت بیچاره داشت فریاد میزد تو رو صداد میکرد این تا اینجای ماجرا یک نکته دیگه میخوام به شما بگم میریم قبل از انقلاب که اصلا جمهوری اسلامی در کار نیست شاه سر کاره روابطش هم با اسرائیل خیلی خوبه روابط پنهان داره این من نمیگم برید خاطرات فرمانده های ارتش شاه بخونید که چطور شبانه مثلا اسحاق رابین اومد ایران مسئول رکن دوی نیروهوایی هوایی ارتش شاه تو اون ور آب مسابقه کرد با دهباشی تو اینترنت هست فیلمش هست گفت من شبونه خودم رفتم دنبالش فرودگاه مسئول اسرائیل میگه سفر میکردن ایران ببینید یه نکته میخوام به شما بگم دور تا دور ایران رو نگاه بکنید همه مسلمان ها. یه بخش شرقی ما غربی ما عوض بخوام و جنوب ما عرب عمدتا این طرف هم پاکستانی ها و ترکمنستان رو، عمدتا مسلمان جالبه بدونید یک نفرت عمیق بین اعراب نسبت به ایران وجود داشت یعنی دشمن درجه ای که عرب ها کی بود؟ ایران شعارشون چی بود؟ شط العرب حدودی یعنی شط العرب اروند می میگفتن شط العرب حدودی یعنی مرزهای من است شاه ایران یهودی میگفتن شاه ایران اصلا یهودیه چون همش با اسرائیله بعد از انقلاب وقتی ما آرمان فلسطین آوردیم بالا به یک بار تمام این کشور رو خل اصلاح متوجه چی شد؟ و همهشون شیفته ایران شدن از سه نفر شخصیده های محبوب جهان اسلام تو نظر سنجی که صورت میرفت قبل از داعش ها داعش کار خراب کرد یه بخشای لطمه وارد کرد ضربه زد چرا چون ما مجبودیم داعش رو بنشونیم سر جاش وقتی دایشو رو میزدیم این پدر سوخته میبودن گفتن نه این دایش نیست اینا سنی اینا دارن سنیا رو میزنن ما گفتیم چی چیزایی سنیا رو میزنیم 70 درصد ارتش سوریه خودش سنی داره با داعش میجنگه اون تو چی می شیطنتو میکردن دیگه یه خورده واقعا اثر گذاشت اما میخوام می بگم تا قبل از دایش از سه تا شخصیت محبوب جهان اسلام بلا استثناء دو تا شیعه بودن یکیش که نفر اول که سید حسن نصرالله بود نفر دوم هم معمولا یکی از مسئولین جمهوری اسلامی بود اردوغان فکری فکر برای چی یه فازایی ضد اسرائیلی میگره در عمل میت ترکیه با موساد همکاری عمیق داره با آمان اسرائیل همکاری عمیق داره این سرویس امنیتی اسرائیل هن. برای چی فقط به خاطر اینکه محبوبیتش تو جهان اسلام ببره بله. بالا تو جهان اسلام میخوای محبوب باشی و ضد اسرائیلی باشی حالا دور تا دور تو کی گرفته مسلمان‌ها اصلا شرط عقله فهمیدید دینم بذاریم کنار که ما این نیست دلیلمونا دلیل من رایفی پور میگم من وظیفه شرعی اخلاقی و بعدش وطنی من اینه که جلوی این سعی نیستا بیستم اسرائیلی احمق هم هیچ نیست اینا با خودشون هی میادنن فشار میرن جمعه آقا احمق ها شما الان جمهوری اسلامی رو به فرض مثلا توی خیال خودتون ساقط کردید به فرض با میلیون ها جمعیت تربیت یافته ضد چی کار چیکار میکنین از فردا راهی چیز میشن سوریه میشن که بیان با اسرائیل بجنگن بعد شما خداتون باشه اینا همین ایران باشن اونجا نیان دشمنی که وجود داره دشمنی استراتژیکه تاکتیکی ببین ما دشمن بودیم یه روزی ما عراق ایران دشمن بودن نه ما دیوونه نیستیم که بی بیخود دشمن بمونیم عامل دشمنی تو دشمنی ایران عراق کجا بود صدام چی بود صدام صد؟ صد برطرف شد الان دشمنیم نه ما یه روزی با آفریقای جنوبی جد به جد دشمن بودیم ما انقلاب کردیم خوب بدونید با آمریکا رابطه داشتیم سفارت داشت شوروی سفارت داشت اسرائیل و آفریقای جنوبی رو رباتون رو قطع کریم. بابا حالا فلسطین رو میدونیم داستانش چیه آفریقای جنوبی رو چیکار داشتید برای اینکه آفریقای جنوبی سیاپوستا رو میکشتن آفریقای جنوبی انقلاب شد ماندلا انقلاب کرد تونس انقلاب کنه هنوزم که هنوز البته میگن که به لحاظ سیاسی اون ساختار آپارتایدی از بین رفت اما توی گوگل تو اینترنت سرچ کنی ذریب جینی کشورهای مختلف دنیا آفریقای جنوبی رو ببینید شاخ در یعنی فاصله ثروتمندا و فقیرشون انقدر زیاده ثروتمندا کماکان همون اون سفید پوستان حالا آره اینجا دقت کن آقا انقلاب شد این سیا... این ساختار آپارتایدی از بین رفت یکی از دوستترین کشورها با ما آفریقای جنوبیه یه بخش عمده از همین سهام ایران سل شرکت های آفریقای جنوبی بودن دیگه. همکاری اقتصادی داریم تجاری داریم فرهنگی داریم مرکز اسلامی داریم اونجا متوجه چی شد پس ما بی خود بی نه تو دشمنی دیگه بی خود با تو دشمنم عامل دشمنی کماکان هست فتنه ای نیست علیه مردم ایران شکل این صهیونیست توش نقش بشن بابا بلایی سر فرهنگی الان فرهنگی سر ما آوردن دارین بیچارهمون میکنن شما فرهنگ تو مدیون چی میگی مدیون قصه هایی که مادران برام تعریف میکنن شعرهایی که داشتم مفاخرت جغرافیام ضرب المثلام غذاهایی که درست میکردم آثار باستانی معماریم هنرمندام اینا مجموعه اینا میشه فرهنگ تو رو میسازه دیگه درست شد بیا بررسی کنم دونه دونه برات دونه دونه رو دارن ثبت میکنن به نام خودشون به دستور رژیم صهیونیستی ابو ریحان بیرونی ازبکستان داره ثبت میکنه مولوی مولوی دیگه اصلا اینا به فارسی شعر گفته مولوی رو سه تا کشور همین الان دارن فیلم سینماییش میسازن و دارن د... دنبال می میجنگن که به نام خودشون ثبت کنن هند افغانستان ترکیه بیا برو بعدی میگه آقا شوهرام دیگه نظامی گنجوی جمهوری آذربایجان میگه آقا موسیقی میگم خب موسیقی چیه میگی تار میگم ثبت کردن میگی قانون میگه ساز قانون رو کی دور اختراع کرد فارابی میگم جسارتا ترکیه داره ثبتش میکنه شاید ثبتش تموم شد تمام کشورهای پیرامونی ما رو میگیم معمور کردن تو یونسکو داره یه قانونی ما داریم که هر کشوری سال دو تا بیشتر نمیتونه ثبت کنه انقدر این فرهنگ ما غنیه اینا زیاده اونا رو دونه دونه معمور کردن تون تون دارن ثبت میکنن معماری دیگه آقا این بادگیرا به اسم کجا معروفه امارات رفت ثبت کرد بادگیرا یزد و امارات نون لواش و ارمنستان ثبت کرد دو تا دو تا دیگه بیشتر اینا هی دو تا دو تا ثبت نام کنن بعد تازه مسئولین ما تو این حوزه قرار من وارد مسئله سیاسی نشم اما یه چون پرسیدید میگم مسئولین ما تو این حوزه یعنی حوزه میراث فرهنگی عمده افرادی رو که میذارن سیاسی میذارن آدم کارشناس نمیذارن چه تو این دولت چه قبلی همین آقایی که هفتی کشی کرد زن زنشو کشته رئیس میراث فرهنگی بود یه مدت دیگه بردن من قبلش مشایب رئیس میراث فرهنگی بقایی میراث فرهنگی چه این دولت چه اون دولت به جای اینکه آدم این کاره بذارن که بتونه از فرهنگ ما از میراث فرهنگ میراث ما حفاظت کنه همین کسافتکاری چپ و راست بازیاشون داره هویت ما به تاراج میره از اون طرف هم داریم گفتم دیگه یعنی این سالی دوتا رو اونا دارن دست میگیرن کار میکنن چیزی گذاشتن به اونه بر من شما آقای خوبان پارادایس از مدیرای ارشد آی اسپانیایی اصالتا این آدم شیعه شد اومد ایران اینجا زنش دادن پاش بند شد بند خدا دیگه بخوای یه نفر رو پاشو بند بکنی یه جا همون زنش باید بدی دیگه گفتن اهل کجایی گو هنوز زن نگرفتم الان دیگه ایرانیه من رو خدا اینجوری باید گفت او. ایشونو من فرستادمش همان کردم رفت دانشگاه بو علی همدان سخنرانی بعد به این بچه‌ای که دعوت منو دعوت کردن قبلا بهش گفتم ببریدش همدان و قار علی رو اینجوری جای معروف که دولت نشون بدید ببینه با فرهنگ و تاریخ ما آشنا بشه خیلی هم ایرانو دوست داره برده بودن سر قبر ابو علی سینا گفت این کیه بهش گفت هیز ابو سینا این ا... به انگلیسی ابو علی سینا میگن ابو سینا ابن سینا میگن ابو سینا گفت این ابو علی سینا گفت این اینجا چیکار میکنه تو خب کجا باید باشه ابو علی سینا دیگه گفتن به ما میگفتن این اسپانیاییه ای پدر سوخت ها ابو علی سینا اسپانیاییه آره تو یکی از این جنگا به زور ایرانیا اسیرش گرفتن آوردنش اینجا مجبورش کردن برشون پزشکی کنه خب حالا این با جمهوری اسلامی مشکل داره یا با اصل ایرانی بودن و فرهنگ ما مشکل داره اصل و ریشه ها رو داره میزنه بی انسان هایی که تاریخ به خودش دید این سعی اولا جز خودشون که هیچکس کس آدم نمیدونن یه چیزی دارن میگن مثلا چوزن پیپل قوم برگزیده میگن خدا فقط ما رو آدم آفریده بقیه حیواناین که شبیه آدم آفریده شدن من رفتم های اینا رو میخوندم کابالای اینا نوشته تنها فرزندان آدم و حوا ما آنها حیوانهایی که شبیه انسان آفریده شدن اینها حاصل ازدواج آدم با یک جنیه میگه آدم با یک جن ازدواج کرد یعنی همین حرفا را اگه ما مسلمان ها زده بودیم ها یعنی آب روی برام نمیذاشتن و یا حاصل تجاوز یک جن به حوا پناه بر خدا اینا آ اینا ببین دو جور حیوان داریم حیوانایی که برات بار میبرن اینا رو نگه دار حیوانایی که اذیت میکنن اینا رو بکش پدر دنیا رو در آوردن آقا اصلا ایران هم فقط نیستش که تمام بانک های دنیا دست ایناست سرمایه های دنیا دست ایناست رسانه های دنیا دست است. خودشون خانواده, سالم نگه میدارن پدر تمام خانواده ها رو تو دنیا درآوردن عمده سایت های پرن و ضد اخلاقی و ضد فرهنگی توسط اینا داره اداره میشه اولین سکانس های جنسی رو برید تحقیق بکنید تو کشورهای مختلف ببینید اولین کسی که قب شکنی کرد اومد شروع کرد فیلم بازی کردن اون زنی که اومد فیلم بازی کرد بدون شک شما میبینید اکثریت اینا یهودی بوده در همین ایران هم همین بود دیگه قوب ها اینا میشکنن زمین فضا رو باز میکنن پدر گمبلینگ دنیا قمار دنیا شلدون ادلسن شلدون ادلسن پدر سوخته حرام لغمه یه که برگشت توصیه کرد به آمریکا یا به پول خرج انتخابات ترامپ همین بخش قابل توجهی هم شلدون ادلسن داده اینا نمیشناسن مردم ما صد و سی اینا چی چی داره میگه به مردم ما بینا رو به مردم بگو تا بفهمن دلیل دشمنی چیه شلدون ادلسن پیشنهاد داد به سیاست مدار آمریکایی گفت یه بمب اتم بنازید تو کبیر ایران جدی ها گفت یه بمب اتم بنازید که اینا بفهمن بمب اتم چیه بعد بگید بشینید سر جاتون و اینا دومیش میخوره تو تهران این غلط اضافی رو که کرد یه بلایی سرش اومد یه بلایی سرش اومد که هتلاش تو فیلیپین طرف تو هتل گیر کرده بود نمیتونست بیاد بیرون تمام شبکه سایتاش خورد اینطوری که خود امریکایی ها میگفتن اینا پدران شبکه بودن که تونست اینا رو بزنن سهامش افت کرد یکی از این مسئولین کنگره بهش ایمیل زده بود گفته بود بار آخرت باشه غلط اضافی میکنی ایرانی ها رو تهدید میکنی اینا مثل این کشورهای بقیه این کشورهای منطقه نیستن اینا اگه بزنی بد میزنن جوابتو میدن تو اون جوابش گرفت خودش هم فهمید بعد اونم خفه شده صداش در اما میخوام بگم میگه, میگه بمب اتم تو ایران یک یهودی صهیونیست به اسم توماس کاپلان من همه رو دارم سند بهتون میگم میگه چیکار کنم توماس کاپلان این آدم دقت بفرمایید عضو شورای یونایتد اگینست نوکلیر ایران یو این، یو ای، این، آی این شورا تخصصش اینه که بفهمه ایرانی ها رو چطور باید فشار اقتصادی بهشون آورد از کجا رو ببندی بیشتر بهشون فشار میاد این آقای توماس کاپلان اونجا فکر می‌کنه معاون بود تا جایی که تونستن تو برجام اینا اینا میگفتن کجا رو تحریم کن اینا کشف میکردن میدادن بعد از چند وقتی ایشون علاقمند شد فکر می‌کنی به چی یوس پلنگ آسیایی گفت پلنگای ایران رو بعد به بهانه پیدا کردن پلنگا تو کویرای ما در حال شناسایی نقاط دپوی موشکی ما شهرهای موشکی ما بودن که روزی که بخوان بزنن بد اعلام ببین هر مقعدی آمریکا میگه میخوام حمله کنم بدونید خبری نی کدوم آدم عاقلی میاد به یکی دیگه میگه ببین داداش میخوام بزنم ها ببین میخوام اینجوری با مشت دست راست بزنم تو پوز سمت چپت مثلا تو فک تو مثلا کدوم آدم عاقلی میگه یوهی حمله میکنه مگه صدام گفت دو ساعت دیگه حمله یوهی موشکاش خورد هواپیماش تو آسمونه هر وقت گفتم میخوام بزنیمش غلط نمیتونم بکن اینا داشتم میدونن اگه بزنن فاصله موشکای ما تا تل اویو 7 تا 10 دقیقه است اینجا شلیک بشه انقدر سرعتش بالا موشک سجیل ما 4 4 و نیم کیلومتر تو یه ثانیه سرعتشه میتونی درک کنید همچین سرعتی رو این بخوره تو سرش میمونه گفتن قبلش باید محله دپوی موشکی رو کشف اولین حمله ما حمله موشکی به نقاط موشکی اونا باشه یعنی بزنن یه لحظه تو برگری بخوای شلی کنی هیچی نداری کی داشت براشون انجام میداد به اسم محیط زیست این کشف شد شبکش توسط س... س... مسئولین امنیتی ما مجموعه امنیتی ما دستشون هم درد نکن چقدر هم الان دارن فشار میارن که ماجرا ماسمال بشین هم به شما بگم خیلی فشار روی این کسایی که این کار رو انجام دادن زیاده مرحله سوم فهم کن چی شد آقای توماس کاپلان یهویی یه اومد رفت تو عراق یه شبکه درست کرد که سکه های طلا رو از ایران انتقال میدادن به عراق ببین نگاه کن اول تو اقتصادی باها جنگیده نقاط تحریم و های تحریم همه رو سوزونده بعد رفته تو موشکی بعد جالب ای کاش این یارو مثلا یه قیافه عوض میکرد یه سیبیل مثلا هم میذاشت ما میگفتیم یه قیافه شو عوض همون آدم یعنی اصلا اینو که دارم میگم یعنی اطلاعات محرمانه نیستا سرچ کنید تو ایران اینترنت توماس کاپلا دشمنی اینا اینجوریه اگه برای اون سرطانی ما دارو نمیرسه کار ایناست و اینا ما چل سال تحریم این بلدیم چیزی دور بزنیم و یاران داخلیشون که واردیم این بحث نمیشن دشمنی اینه اصلا اسلام و من نظرم تو فاز اسلامیش اصلا نرفتم میشه که بدونین چرا ما با اینا دشمنیم شما بگم خاور میانه اینا میگن جز اسرائیل بر قدرتی نباید داشته باشه یعنی توی ایران هیچ قدرتی نباید باشه نه فقط توی ایران ترکیه هم نباید باشه مصر هم نباید باشه یه سال ما پر رویم مثلا کل شقیم جلو اینا وایستادیم مصر که رفت شیشتانگ با اینا بس کجا سلام مصر چه اهمیتی تو منطقه داره چی کار است اقتصادش چنانیه اینا نخواهند گذاشت شما از فردا همه زرتشتی شید همه کافر شید خب بازم ولتون نمی چون 85 میلیون ایرانی هویت دارید بابا یارو باید چیکار کنه ما بفهمیم دشمنه چه اتفاقی باید بیفته اما یه نکته دیگه هم اینجا برای اهل فن میگم تو نشونه های آخر و زمانی هم اونا هم ما هم اونا هم ما یعنی شه هم برادران اهل سنت اون یه اشاراتی هستش که میگه کسی که کار اینا رو یه سره میکنه ایرانی ها. ببین هم ما بگیم هم یهودی ها بگن هم برادران اهل سنت بگن یعنی دیگه مولا درزش نمیره بعد همه اینا به کنار در عملم نگاه کنی بینی الان کی در واقع جلوی اسرائیل بایستاده بازم ما یه روایت براتون بخونم تو ملاقه مفتنه مهمترین دلیل بر وقوع بر مستند بودن یه پیشگویی میدونید چیه وقوعشه مثلا من بگم که آقا یه کتاب پیدا کنم بگی مثلا توش مثلا هزار سال پیشه کتاب خطی پیدا کنم رو پوست آهو مثلا نوشته آقا مثلا در سال مثلا 1398 مثلا یه پولی هست به اسم دلار قیمتش میشه 15 هزار تومن من کاری ندارم این از کیه میگم درسته دیگه این چیجوری هزار سال میشه از دلار چیه و مثلا روایت داریم میگه پرچم‌های های سیاهی از ایران خراسان برافراشته میشه و در جنگی وارد دمشق میشن یعنی همین اتفاقاتی که در سوریه افتاد و ایرانی ها و یاران ایرانی سلام یعنی بعد خدا سلام <applause> <applause> وارد دمشق میشن اینجا رو گوش کن روایت عربیه دیگه روایت عربیه من چون دیگه باز نکردم لپتاپم دیدم فضاش نیست اینجا بخوام دست بگیرم و سخته دیگه یه خورده قریب به مضمون میگم این روایت و فتن میگه که اینا این جماعتی که بلند میشن میان و یقولون حرف میزنن با هم دیگه عربیه دیگه روایت عربی و یقولون بینهم بین خودشون وقتی دارن حرف میزنن میرسن اونجا این جمله رو میگن بکش بکش این تیکش فارسی بعد شما نمیدونی وقتی مثلا نیروهای ما وارد سوریه شده بودن داشتن با داعش ها میجنگیدن پشت بیستی میگفتن بکشش بکش مثلا این بندگون خدا یهودی ها چی بهشون میگذشت تو اسرائیل رو ویبره بودن از ترس گفتن این نکته دو یه کتابی دارن به اسم کتاب حزقیال نبی که تویش پر پیشگوییه انقلاب که شد اولین بار این سربندی که می‌بندن به سر من خیلی تحقیق کردم بدونم از کجا آمده یه نقلی شنیدم جالب حالا براتون میگم که یه خطاتی بوده از این بچه های تبلیغات جنگ بوده بعد موقع بنر که نبود چاپ کنن بعد تون توی خطاتی میاد تو هر گردانی جایی که می‌داشتن مثلا می‌نوشته دیگه یکی از این بچه‌ها سردرد می‌گیره بعد میگه بیا سر گرفتم میگه بیا که پارچه برات بنویسم بسم الله الرحمن الرحیم بزن به سرت اینجوری میگن حالا نمیدونم چقدر چیزه میگه این بس میگه چقدر قشنگه بزن بر بقیه هم بنویسیم میگه شروع کن شعارهای چی حالا پیشگویی رو داشته باشید میگه قومی میان که بر رو پیشونیاشون نشانه و شعار دارن خب بعد زمان اعظام رزمنده های ما به جبهه بوده تلویزیون ما داشته نشون میداده یکی از همینا که بعدن رف اونور آب اسمشو نمیگم تلفن رو برمی داره از هم یهودی ایرانی ها صهیونیست رف اونور تلفن رو برمی داره زمین زمین یکی دیگه رفقاش برمی داره میگه فلانی بدبخ شدیم رف میگه چرا میگه نگاه کنی پیشگوی حزقیال نبی پیشگوی فلان ها حالا مثلا حزقل نبی شام برمی دارم حس میکنم بعدو میگه نترس نگران نباش تو پیشگویی اومده که به این یک دلداری میداده فوش بدن میداده یعنی شنود این مکالمه تلفنی هستا این صدای تلفنی ضبط شدهش هست بعد برمیگرده میگه که فوشای خیلی بدی میده و برمیگرده میگه نگران نباش توی پیشگویی اومده محاصره میکنن پایتخت ما رو اما چیزی از فتح پایتخت ما نمونده کتاب تسنیه باب 28 میگه یه زمانی میرسه قومی را مانند عقاب بر سر شما فرود میآورم خدا میگه میگه بس که شما بدید بس که بدید عهد شکنید جنایت کارید این معمولیت همون میسپرم دست یک قومی که از اقصای جهان اقصا یعنی دور از یک نقطه دور به شما حمله میکن مثل اقاب میان بالا سرتون خب؟ که شما زبان ایشان نمیدانید که یعنی ابری هم حرف نمیزنن دو عربی هم حرف نمیزنن چون اینا عربی رو بلدن به خاطر زندگی کردن کنار عربا ابری هم که زبون خودشونه به زبون دیگه ایه میگه میان بالا سرتون و این زمانی است که شما دور خودتان دیوارهایی کشیده اید همین الان مسئلهش از دیوارهای حائل دیگه نمیشه چرا شنیدید نه میگه زمانی که دور خودتون دیوارم کشید زمانی که شاران میخواست دیوارهای حائل رو بکشه خاخامایی میرفتن گفتن بابان روانی این کارو رو نکن تو داره پیشگویا رو محقق می‌کنی میگم قبول نداشت شاران این چیزا رو زیاد گفت من این کارا ندارم من بعد بتونم جلوی مثلا بمبگذاری فلسطینیا رو بگیرم و ورود تروریستا رو بگیرم و اینجوری به زعم خودش. امام صادق علیه السلام میفرماد پرسیدن که آیا کسی انتقام می‌گیره بالاخره اینا از فتنه های اینا در آخر زمان حضرت فرمود فهم کسی از اون انتقام میگیره حضرت فرمود والله 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 سه مرتبه امام صادق سه بار اینجوری لفظ جلال قسم بخوره والله 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 هم اهل قم اینا ایرانیان حالا همین پیشگویار می‌زنم کنا در عمل الان کی جلو اینا وایساده ببینید دوره اینکه ما با اسرائیل بتونه با ما به جنگ تموم شده ها تمومه اینا فقط دنبال اینن عربا رو بنزن جون ما دنبال یه صدام جدیدن دنبال اینن عربستان سعودی رو تحریک کنن عربستان و امارات و کویت و اینا رو با هم یکی کنن ناتوی عربی بنزن به جون ما متوجه ای؟ خیلی همین وسط اسرائیل داره شیطنت میکنه میونا رو به هم میزنه خرابکاری میکنه ایران هم تا حالا خیلی صبوری کرده اسرائیل دیگه توان جنگیدن با ما رو نداره امروز مسئله اسرائیل ایران نیست حزب الله لبنان. او امروز اصلی ترین دشمنش که حزب الله لبنان می اصلا ایران که دیگه هیچ ولش کن کاری نمیتون بکنم تو اگه مردی با آدمای ما به جنگ اصلا لازم نیستش که با کجا تو بگیرم نمیری 14 کیلومتر ارزته سی هزار مقام امنیتی رژیم صهیونیستی میگه برآورده ما اینه که حزب الله سی هزار تا موشک داره سی هزار تا موشک رو بزنه گنبد آهنین اینا هم به فرض به فرض توی دنیای خیالی که نمیتونه این راکتای قزه نمیتونه بگیره جلوشون رو راکتای قزه نمیتونه به فرض اصلا از این تعداد 20 هزار تاشو نتونه بزنه 110 هزار تاشو مثلا 110 20 تاشو بزنه توهمی گفتم ها یعنی چی گفتم یه معامله جوش بخوره کج بحثترین آدم هم قبول کنن 20 هزار تا موشک میدونه با یه جقل جاب اسم فلسطین اشغالی چیکار میکنه بعد چه جماعتی ما ایرانیا که نترسیم یا جهودای ترسو ما ایرانیا رو با اونها یکی نکنید با ما اصلا ما دنبال دعوای ما ایرانیا یه دعوا میشیم نگاه میکنیم حال میکنیم بزن بزن دست میزنیم براشون معرکه گیری از قدیم تو فرهنگ ما جلو در خونه شهید حجاجی بسته مشکوک پیدا شد مشکوک بسته بسته بمبی چیزی باشه تیم و خونسا اومد ورش داشت ببره تو بیابونه نجف آباد اصفهان منفجر کنه داش میرفت اینه کاروان عروسی مردم افتادن دنبالش بوق میزدن دنبال بمب میرفتن خب بیا اینور میترکه چهارشنبه سوری اصلا فیلم کنم وارد منطقه جنگی شدی کدوم مردم و شما میشناسی که عاشق شهادت باشن ما یه خورده همین سر ماجرای سوریه نزدیک سی چل هزار نفر رو سبت ثبت نام کردن گریه می کردن ما رو سوریه تو ماجرای مجلس بعضی از این کسایی که تیر خوردن اصلا آدم های تو مجلس نبودن مردمان بغل بودن نمی رفتن و نگاه می کردن صدام وقتی بعد از جنگ ما میخواست به کویت حمله کنه برای اینکه میخواست نظر عربا رو جمع بکنه بهترین کار چیه بگید فاز ضد اسرائیلی بگیری بهترین کاری نه دیگه برای اینکه فاز ضد اسرائیلی بگیره چند تا موشک اسکاد بی الکی شلی که سمت اسرائیل یعنی سر جنگی نداشت مواد منفجری نداشت سر جنگیش اینطوری بگیم شلی کرد اونجا برید تحقیق کنید 60 تا کشته داده همین من واقعا برام سوال شد که مثلا چی بوده اتونا خب با یه تیکه آهن بخور تو کلت میمیری دیگه مثلا مثل شابسنگ خورده تو سقف خونه خراب کرد رفتم نگاه کردم دو نفرشون پیرمر پیرزن بودن مردن به خاطر اینکه ماسک زدن به صورتشون چون صدام به ماشین میای میزد اونجا کلی تبلیغ کردن که مظلوم نمایی کردن که آی چه اسرائیل همیشه نیاز داره به اینکه بگه آقا بیرون اسرائیل میخوان شما یهودی رو بخورن که یهودی چی بشن بیان تو این مملکت ما این همه یهودی زندگی میکنن یک بار دعوای بین ایرانی ها و یهودی گزارش نشده بین شیعه و سنی بحث پیش اومده که مسلمونیم اما این یهودی ها داره آزادانه زندگی میکنن بی بی سی اومد ازشون مستند تحقیق کرد چرا نمیرید اسرائیل گفتم برای چی بریم اسرائیل بهترین کشوری که ما میتونیم بچه رو سالم باز بزرگ کنیم بر مبنای دیانت یهودی ایرانه یهودی های لوی تحور اینا رو سرچ کنید اسم میگوید لوی تحور سرچ کنید تو اینترنت اینا یهودی کانادان بارها درخواست دادن به کانادا که ما میخوایم بریم تو ایران زندگی کنیم دولت کانادا اجازه نمیده بهشون چون تبلیغات خیلی خوبی بر ما ای کاش بزر خارج ما میفهمید روی این چیزا کار میکرد یعنی لحاظ بکنید بدونید خلاصه صدام و چهار تا علکی موشک در کردن اون طرف و این چون گفتم مظلوم نمایی کردن که آی مثلا شیمیایی میزنن اونجا علم میشه بل میشه اومدن فیلم آموزش شیمیایی ماسکای ضد شیمیایی اینجا چیزا بهشون دادن پیرمرد پیزنا زده دن. به صورتشون نتونستن زورشون نرسد و کنار خفه شده بودن دو تا شینی بودن 58 نفر دیگه سنکوب و سکته بود صدای آژی رو شنیده بودن سکته کرده بودن شما برید یه مردمی رو پیدا کنید این ما روی تریلی تشی جنازه کش... شهید تشی جنازه کنه تریلی میان میدید تریلی مثلا سی تا شهید میذاریم همه میان این آتیششون میده رو امنیتتون هیچ وقت وارد بحث سیاسی نشید وقتی این شهیدای دست بسته قواس ما رو آوردن همه اومده بودن با همه جور تیپ من رفته بودم خودم چیزی که خودم داشتم بودن. مثل الان همه جور تیپ آدم اینجا اومده نشست مردم اینن مردم ما اینن ما یه سری آدم خرمقدس داریم اونا مردم ما نیستن اونا یه تعداد کمین یه سری آدم کافر هم داریم اونام کمن بقیه مردم والا کیان که محرمشون رو عشق امام حسین دارن حرم امام رضا هم میرن حالا جاده شمال چهار تا آهنگم گوش میکنن کافرم نیست نوکشش هم کجاست این که رسانه ها عمدتا دست این دو تا گروهه یا خیلی تند اینوری یا خیلی تند اونوری بقیه مردم هم ندارن رسانه فقط یه پیجی داشته باشه تو اینستاگرام برای خودش کل کار رسانه اینه اونم چی مثلا خانم قضا پخته میخواد چش جاریشو در بیاره اونو عکس گرفته گوشت همینه دیگه چیه رفتیم مثلا کوه آقا جاتون خالی مردم به ماه و مردم اینه مردم به ماه و مردم کیان اونان که بسم الله برید نظر سنجی بکنید برید ببینید که تو بین مردم محبوب ترین کاراکترهای که تو کشور ما هستن تو سیاست کیان خود همین آقایون میگن آقا سردار سلیمانی محبوب ترین کارکتر سیاسی خب این ویژگیش چیه؟ از وطنمون دفاع کرده یک دو از حرمامون دفاع کرده و دقیقا من همینم من ایرانی مسلمونم من عاشق حرم و مسلمم عاشق کشورم هم هست سوال خداوکیلی تو این دوره چل ساله که هرچی ما جنگ داشتیم جز همین کسایی که بچه, بچه, بچه مسلمون بودن کیا رفتن از دف... وطنمون دفاع کردن تو هشت سال جنگ چند درصد مثلا گفتن ما چه میدونم برای دفاع از این گربه این مرزها ها و این چیزا میریم چند نفر مثلا شعار یا زهرا یا صاحب از زمان اسم عملیات ها اینا همش واقعا بیم واقعی بررسی کنیم اصلا بگو ده درصد نبد درصد بگو چل درصد هر هرچی یه واقعیته نذارید این اختلاف رو به بینمون ما انتقاد داریم همین هم ما راجعا میرس فرنگی نقد کردم جفت دولت بشتر هم هم نقد کردم قبلی هم همین بودن این باید درست بشه یادتون نره هیچ وقت اجازه ندید با هویت ایرانی اسلامیتون مبارزه کنند. نذارید شعراتون ازتون بگیرن نذارید فرهنگتون ازتون بگیرن نذارید موسیقیتون ازتون بگیرن نذارید معماریتون ازتون بگیرن این طرف هم محکمتر نذارید امام حسین ازتون بگیرن نذارید شبای رو ازتون بگیرن نذارید امیرالمومنین ازتون بگیرن بحث سفره افتاری تو مملکت ما اصلا فراتر از اینه که بگی بحث صرفا عبادتی و دینیه اصلا فرهنگ ماست نستالژی داریم ما نذارید اینا آره رو بگیرن محکم بایستید اینجا چپ و راست نکنید اصلاح طرف اصول نکنید محکم سر اینا بایستید که اگه بگیرن به خدا قسم بلایی سرمون بیارن که سر لیبی نهی سر سوریه نیاوردن سر خود فلسطینی ها نیاوردن اینو بدونید چون اونا میگن اصل آتیش ایرانیان کسی دیگه جای دود داره از ایرانه لبنانی ها رو کیر ساخت حزب الله لبنان کی ساخت کی تجهیز کرد غزه رژیم سعیونیسی از جنگ پنجا و یک روزه پنجا دو روزه رسیده به جنگ دو روزه بیشتر از دو روز جلو فلسطینی ها که هیچ ندارن یه لوله رو برمیدارن کود شیمیایی نمیدونم چی چی مواد منفجره درست میکنن شلیک میکنن دو روز بیشتر نمیتونه جلو اینا دووم بیاره میخواد جلو مردمی بجنگه که هشت سال جنگیدن با ما نه جلو مردمی بجنگه که از افغانستان فاطمیون پاکستان زینبیون ایران فاتحین انصار لبنان حزب الله عراق حیدریون هشت و شعبی سوریه بسیج مردمی سوریه از هفت تا هشت تا کشور دنیا جمهوری آذربایجان حسینیون از هفت تا کشور دنیا سرباز آماده رزم داره سربازی که تا, پا... تا دیروز داشته می جنگیده با جونوری به اسم دایشی که هزار سال سرباز اسرائیلی نمیتونه به جنگی هزار سال سرباز اسرائیلی جیگر جنگیدن نداره پیروزی ما قطعی است این وعده الهیه بدونید امام صادق فرمود والله 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 هم اهل قوم این ایرانیا کاری سره میکنن و ما به سلطه کثیف این صهیونیستا بر دنیا پایان خواهیم داد و ان ظهور امام زمان رقم بخوره یه صحبتی رهبری داره خیلی عجیب غریبه بهش هم پرداخته نشده ایشون میگه فلسطین کلید رمزالود فرج است با فلسطین تو آخر الزمان حق و باطل از هم تشخیص بدید خیلی از این کشور اسلامی دم از خدا پیغمبر میزنن سر ماجرا اسرائیل لالن چون جلو اسرائیلی وایستادن جیگر میخواد که اینا ندارن ما داریم رئیس جمهور آمریکا جرعت نمی کنه. جلو رئیس جمهور اسرائیل حرف بزنه جلو نخست وزیر اسرائیل حرف بزنه بیل کلینتون یه انتقاد کوچیک کرده از اینا بلایی سرش آوردن خانم مونیکا لیوینسکی اومد مصاحبه کرد که رابطه جنسی داشته با کلینتون و گفتن تو چرا دروغ گفتی و فلان بیچارش کردن کلینتون رئیس جمهور آمریکا جورج بوش اومد گفتش که خب خوبه تانک های اسرائیلی هم از کرانه باختری رو دردان بیا نقب همینو گفت یک میلیون امضا یهودی های نیست و مس ایونجلیست های آمریکا امضا زدن جری فالول رهبر اینا امضا زد به جورج بوش گفت دوره بعد دیگه رأی میاری. مارلین براندو هنرپیشه نامبروان تاریخ سینما توی یه مصاحبه اومد گفت هالیوود آوند ان ران بای دی جوز هالیوود مال یهودیاست و توسط یهودیا اداره میشه تا اینو گفت بلای سرش آوردن 24 ساعت نکشید اومد عذرخواهی کرد تو تلویزیون خیلی جیگر میخواد جلوی اینو این فقط برازنده ماست مردم ایران یه رسالت تاریخی به دوششونه خدا یک مأموریت الهی رو گرده مردم ایران گذاشته به خاطر اینکه میدونه برازنده این چرا چون این مردم حق طلبن این مردم یک تا پرستی داشتن تو تاریخ این مردم الا اون دوران کهن میترایستیشون بت پرستی نمیبینی شما یک تا پرستی. حق طلب بودن مردم ایران تو قصه های کهنشون هم پاکی سلامت و انسانیت و ستودن سیاوش مقدس تو فرهنگ ما حاضر به خیانت نیست میره تو دل آتیش آرش ما نماد فداکاریه فرهنگ این ایرانیا این بود که تشیع و پذیرفتن دیدن عجب با این مرام و معرفتشون چقدر سازگاره متوجهید؟ این رسالت تاریخی برده شد تمام این حجم همینه از بیرون این آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه اصلا اینا تو جیگر هم... آقا برای چی باید حمله کنن خب حمله کردی به ایران چی میشه اولا که ایران نمیتونی بگیری نمیشه ایرانو گرفت ایران خیلی وسیعه ایران شمالش رشته داره غربش رشته کوه داره پایینش دریا داره از کجا میخوای بیا بگیری ایرانو یه تکثیر انداز توی رشته کوه تو رو بیچاره میکنه یه گردان زمینگیر میکنه نمیبینید یمنو نمیتونن بگیرن چون رشته کوه و منطقه صنعا بالا 85 میلیون جمعیت با کیفیت داره یکی مرد جنگی به از صد هزار تن شنود این داعشی ها فرمانده خودمون دارن اینا شنود میکردیم اون تو سوریه ایران بل... اونا شنود داشتن ما هم شنود داشتیم جاهایی که مقاومت جدی بود داعشی داد میزدن میگفتن ایرانیه. میگفتن فرمانداش می گفتن او چرا نمیگیرید اینجا رو میگفتن نمیتونیم ایرانیان. ایرانی پشت خاک میگه چرا چرت و پرت میگی ما ایرانی نیست اینا مثلا سوریه ان میگفت نه سوریه ها اینجوری دفاع نمیکنن ایرانیه ایران نمیشه جنگید بعد با ما بجنگن که چیکار کنن که ما بابل منده رو ببندیم بابل منده رو ببندی 50 درصد تردد انرژی دنیا قطع میشه فکر اروپایی ها تحمل نفت دیوی دلار دارن بین خودشون جنگ میفته پاریس یه خورده قیمت بنزین رفته بالا یه سال هر شنبه تو خیابونن اونا دین ندارن نگران دنیاشونن امامم هم چون با امام خوانه میگه با دین ما ور نرید ور بید با دنیاتون ور بید. نمیتونم بجن تمام برنامه ریزی تو همین داخل همینجا از درون فشار اقتصادی به مردم برای اینکه مردم ببرن این استراتژی استراتژی سال 2008 نتانیاهو من تا هیچ جایی نگفته بودم که این کارو باز ایشون از یه سرهنگ ارتش اسرائیل یاد گرفت موسوم به استراتژی داهیا داهیا یعنی همون زاهیه میگه فشار اقتصادی را بر فشار سیاسی ارجح کنید و مذاکرات اقتصادی را پیش ببرید به جای مذاکرات سیاسی یعنی همین بلایی که مثل مملکت ما داره میرن بازم اسرائیلی یکی دو نیست به در سوختگی اینا اینا اگه با جمهوری اسلامی مشکل دارن چرا دارو رو تحریم میکنن دارو که دست مردم میرسه خدا نه اون روزی که اینا بخوان مسلط بشن بر ما از یک نفرمون نخواهند گذاشت این روز نخواهد افتاد الا اینکه ما تو داخل کارو خراب کنیم که انشالله مردم هوشیارن دارن هوشیارتر میشن حالا شاید متوجه باشید روز قدس یعنی چی روز قدس یعنی امنیت خودمون روز قدس یعنی پیام به کل دنیا روز قدس یعنی حل اختلافات جامعه اسلامی آقا یه سال الان بخوام کشور عربی رو بنازم به, به جون ما بعد چیکار کنم بعد وحدت رو هم بزنم شما دقیقا میخواین کار نشه چیه بهترین وسیله وحدت ضدیت با کجاست اسرائیل یعنی هر جوری حساب کنی عقل شرع همینو میگه من خیلی وارد بحث شرعیش و دینیش نشدم چون میخواستم حجتی تمام کنم بر همه شما تمام اختلافات تو با رژیم صهیونیستی کنار تجزیه تو رو رها نخواهد کرد او ایران هوی حووی، ایرانی هویت داره 85 میلیونی جمعیت رو نخواهد پذیرفت نخواهد باید. چه بلایی سر مصری آورده بیچاره کرده مصری رو اونا که رفتن باهاشون بستن اونا که رفتن دست دادن سفارت داشت اسرائیل تو مصر سرتون درد آوردم عذرخواهی میکنم وقتم گذشت امیدوارم که عرایزم مفید فایده بوده باشه چه دعایی کنند بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. همه شما بزرگواران به خدای بزرگ میسپارم